سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. در برنامه گفتگوهای کارگری به مناسبت اون چی که اجلاس سازمان جهانی کاره با رفیقمون سعید تقوی صحبت دارم. سعید تقوی مسئول پروژه پلتفرم سندیکاهای سوئد در همبستگی و حمایت از جنبش مستقل و آزاد سندیکاهای کارگری در ایرانه. الان که داریم با شما بینندگان صحبت می‌دارم، 107مین اجلاس سازمان جهانی کار با سه محور پایان بخشیدن به خشونت و آزار و اذیت در محیط کار، گفتگوهای اجتماعی و همکاری‌های مؤثر در حمایت از اهداف توسعه پایدار در سوئیس تشکیل شد. امسال نیز سعید تقوی از جانب فعالیت هایی که در عرصه پیش برده همین پروژه دارن، چون سال گذشته در اجلاس سازمان جهانی کار ژنو حضور داشتن. ضمن سلام درود به ایشون، خواستم اولین پرسشم رو با ایشون این گونه در میون بذارم که شما با توجه به شرکتتون تو این اجلاس طی سالهای اخیر، اون چه که اجلاس امسال رو در واقع دنبال کردید اون رو چگونه میبینید و مختصات عمومی اون از منظر شما چگونه است؟ بفرمایید. با سلام و درود به بینندگان شما، همینجور شنوندگان شما و همینجور به تو امیر عزیز که در این راه خیلی زحمت میکشید. من امسال هم به مانند سال قبل به عنوان نماینده سندیکای کارگری در رابطه با این مسائل ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار شرکت کردم. همونجوری که خودتون میدونید، من یه خود به عقب برمیگردم. اینی که ما در طول سال گذشته شاهد این بودیم که فشار بر کارگران ایران برای جلوگیری از ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگر همچنان ادامه داره و دولت و وزارت کار با اخراج و بازداشت و زندانی کردن کارگران پیشرو مانع از فعالیت سندیکای موجود و ایجاد سندیکای جدید میشه. ما در طول سال گذشته هم همینجور میبینیم که رژیم برای مهار کردن قدرت عمل کارگران از طرق مختلف سعی میکنه که این امکانو چه در رابطه به چانه‌زنی در مورد دستمزدها، چه در طریق تغییر قانون کار که همونجوری که خودتون میدونید در واقع مثلا شرکت های کوچک که کمتر از 10 نفر اونا زیر قانون کار نمیکنن و همینجور تغییر خصوصی سازی تمام ابعاد اجتماعی و این خصوصی سازی تنها خود خصوصی سازی برای بهبود کار نیست. این خصوصی سازی در عمل امنیت شغلی رو از در واقع در بازار کار از بین برده و اینو به عنوان هر اکثر کارگرها در واقع به عنوان پروژه کار میکنه، یعنی کارفرما هر موقع بخواد این کار. ما با پیگیری این موضوع سعی کردیم که از طریق پلتفرم سندیکای کارگری سوئد این موضوع رو در سطح، نه تنها در سطح سوئد بلکه در سطح بین‌المللی هم مطرحش کنیم و از این طریق بتونیم یک هماهنگی به وجود بریم که این هماهنگی فقط مربوط به سوئد نباشه بلکه مربوط به تمام باشه و صحبتهایی که ما هر کدوم میکنیم هماهنگی داشته باشه. روی این جهت ما برای اولین مرتبه پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ابتکار گذاشتن یک کنفرانسی گذاشتیم که از طرف ITUC و رفقای CGT و اینا رو دعوت کرده بودیم که در جلسه باشیم و همین طریق همکاری به وجود آمد که تو این رابطه ما با رفقای CGT و کلکتیو فرانسه، سندیکای فرانسه در واقع همکاری رو شروع کردیم و از طریق دیگه ما از طریق رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگر سوئد الو آقای کارل پتر
توربتسون که به عنوان معاون یکی از معاونای اول ایلو هستش، سعی کردیم که از این طریق اونجا هم تاثیر بذاریم روی این جهت. این دفعه که ما دفعه قبل که ما در سوئیس بودیم، ما از قرار گذاشته بودیم که جلسه بعدی که بیاد در اون جلسه از نماینده از ایران در اینجا وجود داشته باشه، که دفعه قبل آقای رفیق ما سعید حسن سعیدی شرکت داشت و اولین به اصطلاح پایه یک حرکت بین المللی در واقع گذاشته شد. و البته با این جریان با کمک رفقای کلکتیو فرانسه بودش، خیلی سعی کردن تو اون رابطه خیلی فعال بودن، ولی ما هم سعی کردیم تو این رابطه باشیم. بمجد این دفعه که ما شرکت کردیم روی مسئله، قبل از که بریم کنفرانس، در واقع تماسایی که با رفقای کلکتیو داشتیم و رفقای کلکتیو ما با ایران داشتیم، فهمیدیم که احیانا سه نفر از رفقا، رفیق ما رضا شهابی، رفیق ما داوود رضوی و همینجور رفیق ما لقمان ویسی که یک آموزگار هستش، در قراره که بیان. حالا این پرسش پیش میاد، با توجه به توضیحاتی که دادید، شما در موقعیت پروژه همکاری و گسترش رابطه بین اتحادیه‌های سوئد و فعالان مستقل کارگری ایران که دنبال میکنید، در حوزه همکاری ها امسال اساساً چه برنامه هایی پیش برده شد؟ منظورم بیش از پیش در خود ژنو، با توجه به حضور نمایندگان مستقل از ایران در قبال نمایندگان قلابی خود نظام. این دفعه در واقع برنامه هایی که پیش برده شد بخشن روی این بود که دفعه قبل این بعضی از اعضای ما ITUC سعی کرده بودن که اون رفیق ما که قرار بود مثلا حسن سعید بیاد و نذارن بیاد اینجا و همین جهت سنگ اندازی میکنن و ما میدونیم که در درون خود ILO نیروهای هستن که میخوان رابطه شون رو با رژیم نگه دارن و ما در اون موقع اندفعه که اینجوری شد، در واقع مشخص شد وقتی که رفقای ما رضا شهابی و داوود رضوی و لقمان ویسی آمدن، اون موقع دیگه جو دست به طور کلی دست ما سندیکاها افتاد که تو این رابطه تونستیم که به اصطلاح پله به پله پیش بریم. یکی از دستاوردهایی که پیش اومد این بودش که اولا که اونا مجبور شدن که به صحبتهایی که میشه، شرایطی که توضیح داده شد در مورد وضعیت سندیکای کارگری، وضعیت کار، وضعیت شغلی، عدم دستمزد و بازداشت و زندانی ها، اینها در واقع مجبور شدن که به حرفایی که گفته میشه گوش بکنن، نه اینکه حرفایی که خودشون میخواستن بزنن. روی این جهت اولین جو، در واقع جو کلی در اختیار ما رفقا بودش که به ویژه رفقای ما رضا شهابی و داوود رضوی خیلی فعالانه تو این رابطه فعال بودن و گزارش میدادن. دومیش این بودش که رفقای ما با جلسه‌ای که ما با ITUC داشت، با ETF داشتیم، International Trade Union Confederation داشتیم، در اونجا سوال پیش اومد که اگه ما عضو این تشکیلات هستیم که سندیکای شرکت واحد عضو ETF و همینجور گفتن که شما که اینجا بودید چطور شد که اومدید ایران با ما صحبت نکردید، بلکه با به قول معروف سندیکاهای زرد رژیم کمک کردیم، با سعید ترابی و با حسن میرزایی صحبت کردیم، چرا این جریان چی شد؟ که تو اونجا اینا گفتن که ما توجیه کردن که ما گفتیم قبول نمی کنیم این توجیه شما، بعد بریم ما جواب مستقیم بدید که کی بوده چی شده اینا. برصد بعد از این جریان که بحثی که شد، در جلسه بعد
اون دو نماینده‌ای که رفته بودن ایران، خانم بیاته اندریس و آقای آریه دی کاسترو که اونجا بودن، اینها اومدن تو اون جلسه شرکت کردن و توضیح دادن که ما در واقع گیر اونجا افتاده بودیم، گیر افتاده بودیم اینا. ولی ما گفتیم که وسط رفقا، با رفقا که صحبت میکردن، گفتن که مسئله گیر افتادن نیستش، مثلا شما میدونید که ما عزیزتیم، چرا ما تماس نگرفتیم. به همین جد اینا قبول کردن که اشتباه کردن و گفتن که ما دو گزارشی که الان شما به ما میدید، ما این گزارش رو در متن گزارشی که قراره به هیئت مدیره آیلو بدیم یا ITF بدیم، اون موقع این مسئله شما رو مطرح میکنیم. و از طرف دیگه با حضور این رفقا، جریان عضویت رفقای سندیکای شرکت واحد در ITF مستحکم شد. یعنی معلوم شد که در واقع اینها از این به بعد باید با این رفقا تماس بگیرن، باید با گزارش هایی که میدن اینها بهش گوش بدن. روی این جهت هستش که الان وضعیت جوری شد که این همونجا گفتم این عضویت این رفقا مستحکم شد. و از طرف دیگه رفقا با تماسایی که گرفته شد، به ویژه با یکی از مسئولان بخش اداری این چیز آیلو که قسمت اداری رو داشت، با اون که مصاحبه شد و نشست داشتیم، ایشون گفتن که شما اگر نسبت به تصمیماتی که گرفت میشه اعتراض دارید، میتونید تصمیمات رو برای ما بفرستید، ما این تصمیمات رو در هیئت مدیره مطرح خواهیم کرد، چیزی که تا حالا اتفاق نیفتاده بود. علت این که این اعتراض شد این بودش که رژیم با گزارش های غلطی که میداد، افکار بین المللی به ویژه در سطح آیلو رو در جو نادونی میذاشت، در جو میذاشت که اطلاعات غلط میداد و همینجاد برداشت غلط وجود داشته. الان اینجوری که شد دیگه از این به بعد این کار نمیتونه انجام بشه، چون ماها راه رو یاد گرفتیم، رفقام یار راه رو یاد گرفتن که چجوری باید در سطح بین المللی ما فعال باشیم. خب حالا سید عزیز، این سوال پیش میاد، به نظر شما شرکت نمایندگان مستقل کارگری نظیر اون چه که طی سالهای اخیر به دعوت کلکتیو سندیکاهای فرانسه صورت گرفته، امسال هم مجددا با تلاش کلکتیو سندیکاها در واقع مهمانانی که شما از اونها یاد کردید به پاریس اومدن و بعد هم موافق شدن که بیان ژنو. پرسش اصلی اینه که حضور این نمایندگان مستقل در قبال نمایندگان قلابی نظام و خود وزیر کار و عوام جمعی در واقع خانه کارگر و شورای اسلامی کار و غیر ذالک، اینا تو این اجلاس نقش و موقعیت فعالان مستقل رو چگونه میشه توضیح داد؟ من فکر میکنم که در واقع شرایط تغییر شرایط که تو ایران الان اتفاق افتاده، در ظرف سال گذشته اتفاق افتاده و هنوزم ادامه داره، الان مسئله اعتراضات، اعتصابات کامیوندارا، اعتصابات تاکسی رانا و غیره و غیره تو ایران اتفاق افتاده، در واقع مسئله رژیم و موقعیت رژیم رو در یک شرایط ویژه قرار داده، که این شرایط ویژه در واقع نشون دهنده اینه که اونها اون نقشی که خودشون قبلا بازی میکردن دیگه نمیتونن بازی بکنن. همزمان هم رفقا با آگاهی که پیدا کردن، با حضور همین که تونستن از ایران خارج بشن، خودش یک قدم بسیار بسیار جالبی اتفاق افتاده،
که حالا چه چیزی برنامه پشتش هست نیست، اتفاقاتی که بیفته چی، من رو اون صحبت میکنم. ولی حضور اینی که تونستن اینا خارج کشور بشن و رژیم مجبور شده که اینا رو آزاد کنه که بیان، چون دفعه قبل اجازه ندادن بیان اینا تو خارج کشور، الان نشون دهنده اینه که در واقع این اعتراضات، اعتصابات و خواستهای کارگران در ایران شده با فعالیت هایی که ما تو خارج کشور کردیم، به ویژه LU کلکتیو و آلمان وردی و جاهای دیگه، نشون ده اینها خودشون موقعیت رفقا رو در اینجا خیلی تقویت کرده. روی این جهت حضور این رفقا، رفیق ما رضا شهابی که 6 سال تو زندان بوده، داوود رضوی که در ظرف این 14 سال حداقل 16 مرتبه تو زندان رفته و اومده بیرون و معلمان و غیره، اینها با اومدنشون در اینجا به عنوان یک نمونه اینه که مبارزات کارگری در ایران رشد کرده و اینها نشون دهنده اینه که رفقا از در خارج کشور هم میدونن که تو خارج کشور اومدن و مستقیما صحبت کردن چه تاثیرهایی خواهد داشت. رو این جهت ILO، ITUC، ETF و اینها همشون الان مشتاقانه دلشون میخواد که ملاقات داشته باشن با اینا. و همین جهت موقعیت این رفقا الان تو خارج کشور بسیار بسیار مثبته، بسیار بسیار خوبه. در همه جا تمام مسئولین اصلی، چه آموزش بین المللی، چه ITUC، چه ETF، اینا همشون علاقمندن که بشینن صحبت کنن و مستقیما از اینا بشنون که چی بهشون میگن. و این نشون دهنده این چیزی بود که قبلا اتفاق نیفتاده. به همین جهت موقعیت رفقا با حضورشون تو خارج کشور نشون میده که این هماهنگی با خارج کشور و داخل کشور داره انجام میگیره و این یکی از مهمترین به صدا وسیله است که میتونه در شرایط در یک پروسه طولانی مدت بسیار موثر باشه. ببینید یک نکته برای خود من روشنه که دارم دنبال میکنم حوادث سوئد رو، اون اینه که چه در سال پیش یعنی 2017 و چه توی همین 5 ماهه سال 2018 ما شاهد این بودیم که LO به مسابقه سازمان سراسری کارگران سوئد و ترانسپورت و متال و کمونال به دفاعات در مقابل جنبش مستقل و مطالباتی کشور از خودشون عکس العمل به موقع نشون دادن. موقعی که محمود صالحی دستگیر شد، موقعی که متوجه معلمان شد فشار، چه اسماعیل عبدی، چه محمود بهشتی لنگرودی، چه باقانی و چه محمد حبیبی و غیر ساده، و اونگاه که رضای شهابی در زندان بود و احکامی که متوجه داوود رضوی و ابراهیم نووی شد و همه فعالان سندیکای شرکت واحد، شما به موقع عکس العمل نشون دادید. پرسشم اینه که آیا این سطح از فعالیت ها فقط در خود سوئد قرار حفظ بشه یا در اسکاندیناوی، مشخصا در نروژ و دانمارک، فنلاند هم یک ست از فعل این فعالات مشترک برای همسانی این فعالیت ها در پیوند با کلکتیو و سایر اتحادیه های جهانی داره صورت میگیره یا اینکه نه فعلا نقشه‌بندی ندارید؟ من به طور مشخص بگم که این حرکت داره روز به روز بهتر میشه و ما پلتفرم سندیکای کارگری چیز سوئد در رابطه به ایران با ایجاد ارتباط بسیار نزدیک با رفقای ما در LU نروژ و رفیقی که در اونجا مسئول در LU تو روابط بین المللی در رابطه با مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، اینا الان قبول در واقع نشون دادن که یواش یواش دارن میان تو اون خط، یعنی اولویت پیدا میکنه مسئله همکاری در رابطه با ایران از طریق سندیکا، یعنی تشکیلات با تشکیلات نزدیک شده. و این از این نقطه نظر اول چیز مثبتی که بهتون بگم، چون همین باعث شد که LU نروژ از رفقا دعوت کرد که 12 و 13 هم برن بازدید رسمی داشته باشن توی اسلو و
و این نشون دهنده اولین بار است که همچی چیز اتفاق میده. من در جلسات دیگری که داشتم تو رابطه مسئله با فلسطین و اینا بود، رفقای از دانمارک رو داشتیم و این رفقا از دانمارک که باشون صحبت کردیم علاقه نشون دادن، ولی هنوز اون ارتباط تشکیلاتی که باید انجام بگیره هنوز اون انجام نگرفته. ولی من خودم که توی به اصطلاح نماینده مال ترانسپورت بودیم توی کنفرانس های سندیکای کارگری اسکاندیناوی، در اونجا من در همه جلساتی که داشتیم چند سال بود مسئله موقعیت رفقا رو مطرح کردم و همیشه حمایت شدیم ازشون و همه. ولی این تو اون سطح فقط باقی مونده، یعنی در واقع عمیق نشده. ولی الان من فکر میکنم که این حمایت ها داره روز به روز تشکیلی تر میشه و تشکیلات قبول میکنن که همکاری انجام بگیره. روی این جهت هست که الان الو ترانسپورت، الو و نروژ بخشن، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، در واقع ما ارتباطات خوبی داریم. الان به عنوان آخرین سوال، نیک در جریان هستید که مهمانان آمده از ایران یعنی رضای شاهابی و همینطور داوود رضوی و آقای لقمان به عنوان تن از معلمانی که از ایران اومدن، اول بار بعد از حضور در اجلاس ژنو در شهر فرانکفورت آلمان به دعوت فعالان سندیکایی دیگبه آلمان حضور پیدا کردن، جلسه ای داشتن. در پاریس قرار شب همبستگی با کارگران ایران گذاشته بشه. در کنگره یکی از سندیکاهای کلکتیو این فعالان شرکت موثر داشتن. پرسش اینه که آیا LO و ترانسپورت برنامه‌ای برای دعوت اینها به سوئد در دستور کار خودشون دارن یا نه؟ خیلی سوال بسیار جالبیه، ولی قبل از اینکه به این سوال جواب بدم یک چیزی رو یادم و بهتون بگم، اینه که ITF قراره که در بچه‌ها میخوان که ITF به جای اینکه بچه‌ها بیان خارج کشور دوره ببینن، تجربیات بگیرن و دوس بشن، یه صحبتی شده که احیانا ITF در ایران ورکشاپ میذاره که تو این ورکشاپ ها از سندیکاهای مستقل کارگری ایران هم دعوت میکنه که در اون ورکشاپ ها شرکت کنن، چیزی که خیلی وقت پیش اتفاق افتاد ولی بعد از اون نشد، اتفاق نیفتاد. و این یکی از دستاوردهای بسیار مهمه، اینه که رفقا بتونن در به رسمیت شناخته بشن در سطح بین‌المللی. در رابطه با سوال آخرتون، همونجور که میدونید ما رفقا رو دعوت کردیم که از سوئد یک بازدید رسمی بکنن و به همین جهت ما برنامه که گذاشتیم، این برنامه قراره که روز پنجشنبه ما جلسه درونی داشته باشیم با سندیکای کارگری سوئد، سندیکای معلمان، و در اونجا تبادل گفتگو بکنیم و تجربیات و خودمون رو با هم دیگه رد و بدل بکنیم و گوش بکنیم که این رفقا چه گزارشی دارن که به ما بدن در سوئد. بعد از اون قراره که این رفقا با نشریات سندیکاهای ما مصاحبه داشته باشن و همینطور قراره که با امنستی اینترنشنال هم علاقه نشون داده که میخواد اینا رو ملاقات بکنه. جالبی این تقاضای ملاقات با اینا اینه که گفتن که ما نمیخوایم رو اعصابیم اونجا. خیلی از رفقای ما که دو سطح شهر کار میکردن علاقه مندن که رفقا رو ببینن و ببینن که در واقع فعالیت بین‌المللی یکی از فعالیت‌ها باعث شده که رفیق ما رضا شهابی از زندان بتونه آزاد بشه. بعد به همین جهت همونجوری که خودتون بازم آگاه هستید، ما قرار گذاشتیم که روز جمعه 15 ماه ژوئن ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 8 بعد از ظهر
در جلسه مجمع یک جلسه عمومی داشته باشیم و دعوت کردیم که هم از سوئدیا و هم از ایرانیا تو اون جلسه بیان و به حرفای رفقا گوش بدن و در اون جلسه قراره که به اصطلاح مسئولیت جلسه به عهده الوه که نماینده الو اونجا صحبت میکنه. من البته خودم نمیخوام برم بالا چون احتیاجی نیست، به رفقای باید باشن سوئدی باشن. همینجور در یوتوبوری که قراره که این به صدا یک جلسه عمومی باشه که شما رفقا در اونجا خیلی زحمت کشیدید و قرار روز شنبه بین ساعت 6 تا ساعت 4 تا ساعت 6 بعد از ظهر در اونجا در یانتوریت این جلسه برگزار بشه. در این جلسات هم به زبان سوئدی هم به زبان فارسی یک مترجم هستش که اینا رو میتونه ترجمه بکنه، بلافاصله بتونه که در واقع گفتگو انجام بگیره. و بعد از اون، بعد از این که شد، اینا رفقا قراره که از اونجا برن به شهر دیگه ای در آلمان. این در واقع چیزیست که مثلا برنامه است که ما در سوئد گذاشتیم و سعی ما اینه که بتونیم این ارتباط خودمونو به ویژه ارتباط سندیکای حمل و نقل سوئد و رفقا سندیکای شرکت واحد این ارتباطاتو به طور رسمیش بکنیم، خیلی دقیق ترش بکنیم. سعید تقوی گرامی، مسئول پروژه پلتفرم سندیکاهای سوئد در همبستگی و حمایت از جنبش مستقل و آزاد کارگری در ایران، از اینکه دعوت من رو به این گفتگو پذیرفتید و اطلاعات در واقع مؤثری رو از شرکتتون در اجلاس ژنو به بینندگان و شنوندگان تلویزیون رای کارگر دادید، ممنون و سپاسگزارم. باشه که در فرصتهای دیگر باز هم بتونیم با شما گفتگو داشته باشیم. مرسی از اینکه شما این وقت به من دادید که بتونم با شنوندگانتون و بینندگانتون صحبت بکنم. با امید اتحاد پیروزی.